تو سر فیلمبردار تلکس تهران که پایه دوربینش وسط و دید ما رو گرفته. شاید براشون کسایی که اومدن مهم نیستن، فیلمش مهمتر. خب هر کدوم ما تو زندگی سه شانسایی داریم که شما شاید بدشانس بودی که اونجا نشستی و اصلا نتونستی تاکو ببینی. امیدوارم شانسایی بیشتری بشه و ببینی. تدکس ورژن وارونه ماحصل احسان علیخانی هم اونجا فلاکت رو فردی میداند، اینجا موفقیت رو. دوست عزیز، اولا که ما راجع به مفهوم خوشبختی یا بدبختی صحبت نمی کنیم. این کلن افراد میان ایده های خودشون رو فکر کنن، جای گسترش داره بیان میکنن. حالا ممکنه شما به دلیل تجربه شخصی خودت با یکی از این ایده ها خوشبختی یا بدبختی اساس نزدیکی کنید. موجه تدکس تهران گفت تاک بعدی فلانه، یعنی اینقدر کلمه معادل فارسی نداریم؟ سخنرانی، صحبت، ارائه؟ البته حرفی که میزنید درسته و ما قول میدیم که این پرابلم کلا تکرار نشه. ولی جدا از شوخی، حرفی که میزنید وارده، ولی موجه ما موجه حرفه‌ای نیستن، بیشتر از افرادی از تیم خودمون که اون روحیه تدکس رو داشته باشن و خب موقع حرف زدن ممکنه بعضی از کلمات اونجور که راحت تر به زبانشون میاد بگن، ولی ما حرفی که زدید و حتما مد نظر قرار میدیم برای ایونت های بعدی. چیزی که در رویداد نیست امکان ارتباط گرفتن با افراد هست، ضعف خیلی بزرگی برای تدکس تهران. تحت ایران تدکس بسیار ضعیف. دوست عزیز، همونطور که تو سالهای گذشته بوده، یکی از اهداف تدکس تهران ایجاد یک فضای نتورکینگ و ارتباط گرفتن حرفه‌ایه. ما هر ساله سعی کردیم که بهترین خودمون انجام بدیم. مطمئن باشید که برای رویدادهای سال دیگه‌مون سعی می‌کنیم که با سورپرایزهای هیجان‌انگیزمون شما رو راضی‌تر نگه داریم. مرسی که با پیامتون با ما در ارتباط. همه وایسادن، بچه های تد دارن از خودشون عکس میگیرن. چقدر بعد خب من خودم عکاس بودم توی رویداد، عین 4 ساعت از آدینس و از سخنران عکس گرفتم و آخرش هم توی عکس دست جمعی خیلی آمد از جمعه خودم نبودم، چون تای سالا کماکان داشتم و از مدبوغین و از سخنران عکس گرفتم. انتظار صف این شکلی و نامنظم و بی‌قاعده رو نداشتم. موضوع اینه که قبول داریم حق با شماست و قراره برای امسال و رویداد آینده برنامه‌هایی رو بچینیم که به شما کمک کنه صف منظم‌تر باشه و وقت شما کمتر تلف بشه و بتونید یک رویداد استانداردتر و بهتری رو تجربه کنید. امیدوارم که خوشتون بیاد و حالا اون سورپرایز هایی که قراره توی این برنامه برای صف بهتر چیده بشه دوست داشته باشه. مرسی. خب گفتن اینجا بیشتر اینوستور پیچ هست تا تدکس تهران. خب دو تا چیز هست. اول اینکه اصلا تدکس تهران رویداد کارآفرینی نیست. دوم اینکه کسایی هم که به عنوان نماینده از یه استارتاپ میاد یا خودشون استارتاپ دارن، هیچ صحبتی از استارتاپ خودشون نمی‌کنن. اصلا اجازه این کارو ندارن. و اینکه اون مخاطبایی هم که اونجا نشستن، شرکت کننده ها، اونا هم جزء اینوسترها یا سرمایه گذارا نیستن و مطمئنم خودتون هم که شرکت کننده بودین جزی از اینوسترها نبودین. پس بهتره که اینجور قضاوت نکنیم و بیشتر به ایده‌ای که اون سخنران میخواد به ما برسونه و به زندگی اون کنه بیشتر به اون دقت کنیم. مرسی. این دوستامون نوشتن که تدکس تهران امسال اصلا با شعار ایدیاز ورکس اسپرینگ سازگار نبود، سخنرانی یا بجز چند مورد بقیه بد بودن، این از میان که فرا بود. خب در مورد اینکه بد بودن و خوب بودن یه جور سلیقه‌ایه، نمیشه نظری داد. این از میان سعی کنیم که تو تدکس های بعدی این از میان رو برطرف کنیم. واقعا نمیدونم معیار انتخاب سخنرانی ها چی بوده. البته فکر کنم بدونم. عکس یه دونه پولم گذاشتن.
خب نکته اول اینه که طبق قوانین تد ما حق نداریم به هیچ سخنرانی هیچ مبلغ و بچی رو پرداخت کنیم. سخنرانی هم نمیتونه به ما هیچ مبلغ و بچی رو پرداخت کنیم. تمام کارهای تدکس تهران و همه تدکس دیگه غیر انتفاعی هست. فرایند انتخاب سخنرانان رو یک و خیلی سریع توضیح میدم. سخنرانا برای اینکه بخوان انتخاب بشن اول باید یک نفر اونا رو نامزد کرده باشه یا خودشون رو نامزد کرده باشن که فقط هم تنها درگاه ما برای نامزد کردن وبسایتمون هست. کسایی که نامزد شدن توی فرم نامزد شدنشون باید در مورد ایده خودشون بنویسن و این مهمترین معیار ما برای انتخاب سخنران هست. ایده بررسی میشه، اگر ارزش گسترش دادن داشته باشه، اگر حرف واقعی برای گفتن داشته باشه، نوآوری داشته باشه، به شورت لیست ما تعلق میگیره. کمیته داریم برای انتخاب سخنرانا که تمام ایده ها رو بررسی میکنن، باهاشون مصاحبه میکنیم، جلسات میذاریم و کسایی که ایده هاشون نوآورانه تر باشه، به موضوع سال ما نزدیکتر باشه انتخاب میشن. جز این روش ما هیچ روش دیگه ای نداریم برای انتخاب سخنران و همونطور که گفتم هیچ پولی و هیچ مبلغی و هیچ چیز دیگه ای روی تصمیم‌گیری ما تاثیر نمیذاره. حتی ما بوده که کسانی بودن که پول سفر خودشون هم خودشون دادن که بتونن بیان سخنرانی بکنن و ما کاری براشون نتونستیم انجام بدیم. این حجم از ناهماهنگی بی سابقه است. بسیار همایش مزخرفی بود و اون تجربه عالی سال گذشته رو کاملا خراب کرد. احتمالا دیگه شرکت نکنم. سعی میکنیم بهترش کنیم و شرکت کنید. در ضمن مرسی که خوشبینانه ببینم، مرسی که به سالهای گذشته همون اول لطف کردیم اومدیم و سالهای گذشته همون میگیم خوب بوده. آدم هر وقت یه چیزی یه بار به نظرش بر اومد که نباید شرکت نکنه، شرکت کنید. سال بعد قول میدم که خوشتون بود. یه پیشنهادی هم بهتون میدیم که ناگفته نمونه که گذشته از ناهماهنگی ها و بیتوجهی هایی که در برگزاری تدکس تهران بود سخنران هاش عالی بودن و شنیدن صحبت هاشون بسیار لذت بخش. خیلی ممنون از کامنتی که گذاشتین، خیلی خوشحالیم که خوشتون اومده و امیدواریم این ناهماهنگی ها رو هم توی ایونت های بعدی جبران کنیم.